راست بگین، حالا دین جدره؟ آری. حالا من جدره؟ آری. حالا خانمینه تو خونه جدره؟ آری. به به، آفرین به ما. آفرین. خدا رو شکر. خیلی خوشحالم که بازم در خدمتتونیم. خیلی خیلی خوشحالم که بازم در خدمتتونیم و بدونید که این بار خندوانه پایان مسابقه آخرین گروه خنداننده برتر در دور اولی و از فردا یعنی پنجشنبه و جمعه مسابقه مرحله دوم شروع میشه. اونایی که بالا رفتن تو جدول به هم دیگه خوردن و ببینیم چه اتفاقی میفته. انقدر برای من غیر قابل پیش بینی بوده تا همینجاش و اصلا نمیتونم حس همین از این به بعدش هم همینه، یعنی اصلا برام قابل پیش بینی نیست، چون واقعا همشون تلاششون رو کردن که بهترین اجرای خودشون رو برای شما ارائه بدن و کم نذارن. خب عرض کنم خدمتتون که چیکار کنیم؟ کمربند رو ببندیم. آماده؟ آب جوش میریزم رو کسی که لبخند نزنه. قبلا هم گفتم. آماده؟ پر انرژی. 1 2 3 شادی برنامه امشب رو تقدیم بکنیم به همه اون آدم‌هایی که بلدن رفاقت بکنن و رفیقاشون رو نگه دارن که روزی که مشکلی براشون پیش میاد تنها نباشن. خیلی باحاله. کیا این رفاقت رو بلدن؟ کیا بلدن رفاقت کنن؟ رفاقت کردن خیلی بلدی میخواد. آدم باید خودشو خرج بکنه، باید مدیریت بکنه. ببینم ببینم. نه دستتون نه. ایول. خب پس به افتخار این آدم های باحال. باریکلا. به به، ما خیلی قشنگیم. خیلی. ما حتی خیلی باحالیم. خیلی. خب نفس بکشیم و بخندیم. آماده باشیم. نفس آماده. نفس آماده. آماده آماده. 25 سری میخواییم با هم بخندیم، خودمونو گرم بکنیم. 1 2 3 برو. دومی. سومی رو نگر میداریم. قبول نیست. دوباره بکش بالا. یک دو حالا. نفس نگه داریم. نفس دوباره. آفره. بریم ببینیم قرعه کشی شب قرعه کشی در این گروه هشتم 16 خنداننده برتر که البته بدیهی دیگه میدونین کیان و ببینیم اون شب چجوری گذشت و وارد بخش مسابقمون بشیم. بچه پر انرژی و سر حال. ولی قبلش عرض کنم خدمتون که از این لحظه تا پایان پخش همین قسمت و تو تکرارش هر کس در هفت هشتاد
تراکنش بکنه قطعا یک جایزه گیرش میاد، قطعا هر کس، یعنی همه کسایی که در طول زمان پخش خندوانه تراکنش بکنن قطعا یه هدیه گیرشون میاد. آرزون بود که یه بار نزدیک آقای عبدی رو ببینم و این افتخار نصیب من شد که توی زیر آسمان شهر آقای اکبر عبدی، یعنی باورم نمیشد که آقای اکبر عبدی تشریف بیارن افتخار بدن بازی. گل به گلستان آمد، مهران به میدان، خنده ایران آمد، مهران به میدان، توپلی با حال آمد، مهران به میدان، وی مرد استنداپ آمد، مهران به میدان آمد. از مهران قفوری ها هم تیمی مهران نادر سلیمانی. یالا مهران آقا تو اولین استنداپ هم نادر منو جا میگرد. نه آقا من میرم به افتخار مهران کنم عزیزه من نوکرت. آبادانی تو شهر خوبانی، قربون نادر برام به چه آبادانی، به چه آبادانی، والا نمک این آقا نادر، کله نمک جواب این آقا نادر، والا نمک این آقا نادر، کله نمک وای گروه آخر دیگه دارم، نه دیگه داره قلبم از دهنم میزنه بیرون، ببینیم چیکار میخوام بکنن. بی‌معطلی دعوت میکنم از کمدین نادر سلیمانی. خسته نباشی. چکرم قربانت. خب خیلی خوش اومدی. اوزا چطوره؟ ردیف این سروالی قبراهی توپ توپ بحبا توپ اها دو تامون توپیم. آره قطعه منو مهران همشه می اومده. مخلصم قربونه. نکته ای نداری؟ سلامتی. خیلی خب دعوت بکنم از مهران؟ یا علی مخلصیم. دعوت میکنم از کمدین مهران غفوریان.
الان جر رو بس میکنه. آره. تا کی میخوای ادامه بدی؟ کلت هم باشه بیمی هم جوری خب شما دوتا چند سال رفیقی؟ شب بسیار درجه یکیه و دمتونم گرم. بسه. خب بکوبین تو صورتش هم اینه. نه نه شب هسته بچه ها مهران باش میخوام قرعه‌کشی کنیم. 10 دقیقه از داری ملکت بهت میخندی. گردتره منم. هر دوشون گردن. نه این که اینجاشم گرده اونجاشم گرده زن منم. اه؟ مگه تو یه قالب زده نشده؟ نه این فرق داره. این منم. آفرین به تولید کننده. خب میخواییم قرعه کشی بکنیم که ببینیم کی اول اجرا میکنه. با هم در اجرا میکنه. بگم کار میکنه. اه؟ آره. الان که تلاش کن. یه نمیشه حکیشون کرد؟ حکیشون کنی؟ نه برای چی این کار رو کنم خوزایی میشم. ولی اگه من اتصال بهت بدم کار میکنه. تو این چیزایی که رابطه‌ای که میرن تو برد میزنن اون هادی هادی رامبود نیستی هادی هادی آجی حسین دستمال کاغذی رو عرق کرد حوله بیار 10-12 تا جفتمون هم لازم شامپو هم بیار آقا میخوام بگم کیه شامپو لیف دیگه ما در مصرف آب که صرفه‌جویی میکنیم آب میخورم عرق میکنم دوش میگیرم یه با همون عرق نادر سلیمانی مهران غفوریان
رأی اینا هم حسابه؟ نه. اینا که تو خونه بگی. میدونم تو خونه، ولی خب اینا که خیلی زنده خندیدن و اینا هم رأی میدن دیگه. آره دیگه معلومه. فامیلاشون و اینا هم رأی میدن دیگه. آره. دوستای رأی بدن. شاه حسین اون پاکتایی که داد. شاه حسین اون پاکتایی که بیا اینجا آقا، آقا بیا اینجا عزیز من. یه سری پاکت دادم. دست بردار یه ذره کنترل کن خودت. خب. الان وقت این همه مانور نیست. باشه. ولی شاس. نه. عزیز من دست رو کاغذی چسبیده. من فکر. ولی باحال جفتمون عرب میکنه. واسه خودم. بیا بیا. خوبین؟ سلام، سلام علیکم. سلام علیکم. خب بچه‌ها 10 دقیقه از برنامه به این چیزا گذشت. به خوش کردن آقایون. خب. من فکر می‌کنم کشتی اینا ورزش کنم رو وزن بیام. تشریف بیاریم پایین. بیام پایین چرا؟ کمربند می‌کشیم. نه. بگیم میریم بریم بیایم. بریم بیایم. آره بریم بیایم. بگیم بریم بیایم. و اینکه گزارش گزارش آماده شدن آقایون کمدین ها به این یه بار بگیم بریم بیایم. بریم بیایم. نمیشه بریم بگیم. گزارش آماده شدن آقایون رو با هم ببینیم. بچه همه برگردن. آخه اونور خیلی الان تو قاب نیستن. مهران نه. باشه. اونجا خوبه. کجا؟ اون دوربین. مهران اون دوربین. بریم. آره. گزارش آماده شدن آقایون رو برای اینکه به داخل استودیو بیان با هم ببینیم. اونجا هم کلی دلبری کردن و و ببینیم که ابتدا نادر سلیمانی چه میکنه. آماده. 1 2 3 بریم بیا. این نیروی تازه نفسه. جفت سنگین وزن. چاقا خدایی. چاقا خدایی مهربونه. بله بله. درسته؟ آره بابا. آره بابا. آره بابا. من اگر دلم شکوندن تلق انداختم. آقا جون خیلی آماده اومدین ماشاءالله. نه به خدا. چرا دیگه این همه انرژی؟ هزار ماشاءالله. ماشاءالله. آقای سلیمانی مهران قفوریان رو چجوری میخواییم ببریم؟ مهران استاد. ما با هم خیلی دوستیم خواهش این سوالا نه. آره نگیم تو رو خدا. آره چون نمیافتیم تو رو دروازه. هی باشی. خب بالاخره بعد یکی رأی بده. آقا جون نگاه بکن. یه افتخار. نه بذار من یه چیز بگم. مردم میگن شاید بگن اینا مثلا چه نونی به هم قرض میدن. مهران نه. ولی واقعیتش اینجوریه. ما این قش شبیه هم دیگه. ساندویچ هم به هم قرض. گوش بدی. هیچ جدی دارم میگم. یه دفعه مهران ببرم میگم بابا هیچ فرقی نمیکنه. این قد شبهاتی من میتونم با افتخار بگم هر جا که مهران بود میرم میگم سانسور مهران سانسور شدی؟ آره خودم سانسور کردم من چشمن میزنم این سوالا نپرسم آقای ببین حالشو ببرین بفرمایید چه صحنه هایی واقعا توش یه دارویی ریختم چه نه خوردم بدی قبلش خودم بخورم یه قلو بازش میشنه خب چی بگیم به جای استنداپ آقای سلیمانی استاده بخندید من میخواستم اینجا رو بگم یه چیزی با خودم آوردم از طرف جناب خان بگین آقا بگین آره این رو صحنه نشون میدم این رو صحنه نشون میدم اینو میگن پیش هم پاکوره توشه هم ساموسه توشه هم فلافل توشه هم بندری توشه همه چی توشه هم عشق هم گرما هم مثل نور خورشید رو درخ شد خب حالا بریم بریم که دیر شد بریم آقای غفوریان باید بریم آقا حالا من بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم آقای غفوریان بله خوبی؟ خیلی مخلصم خوش اومدید شما چطوری؟ انشالله خوشی؟ چی کار کنه؟ چه جوری بزنه؟ نادر دمت دقت کنید آقای سلیمانی داره برای من آب میریزه چیزی ریختی توش؟ نه نه آقا با تون آقا این پودره کمدین خراب کن این پودره نوکرت هم آقای سلیمانی مخلصیم عرضی نیست نوکرت بگم به استنداپ چی میگن؟ سوال جلوتره الان نگی باشه آقا میفرمایید که چی آماده کردین پیش پرده ای چیزی میگین یا نه سه تا خاطره است فول خاطره است اسمش رو خیلی خاطره خوبی و من فکر می‌کنم مردم خاطره‌هامون خیلی دوست دارن توی کمدی این
بازخورد رو از مردم گرفتم که خیلی دوست دارم خاطرهامون. دیشب همش کابوس نادر سلیمانی تا صبح. تو میدیدی؟ یعنی شما آقای غفوری الان هیچ استرسی، هیچ هیجانی، هیچ التهابی از این که مسابقه دارین ندارین؟ نه اصلا. چقدر حرفه‌ای واقعا. این رو واقعی گفتی؟ آره بابا. آقای غفوری هم به جای استند کمدی چی بگیم؟ وایسا بخندون. وایسا بخندون. خیلی عمالی. خواهش میکنم. این چندمین بار استنداپ کمدی شماست میدونی؟ خیلی زیاد استنداپ کردم و این یه خورده چیز دیگه. فکر کنم این بهتری میشه. امیدوارم. کی اول میشه آقای غفوریان؟ کلن؟ آره. من نمیشم به نظره. میتونی بگی؟ ببینید یه چیزی که هست که خواستم اینو بگم. منو که خیلی دوست دارن. به همم رأی بدهیم. آره. لطفا. آره. بریم آقا بریم دیر شد. بریم. خیلی هم عالی. جواد نرو. با ویلا. اولین زوج چه روزی شد. ولی الان میتونی شباهت من و نادر رو با هم ببین. نه نه برو 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 نه نه جونم ببخشید. خضوع و فروتنی رو میبینید در چه حد. این من صداتون که میکنم میایین تو این قطعه که میشنوین برای شما ساخته شده، یعنی قطعه برای شما ساخته شده، قطعه برای شما ساخته شده. هر کمدین یک قطعه خاص خودشه داره. 40 سال نیست با این همراه بشین. کی میبره؟ من که چی نمیدونم، حتی حدس نمیزنم. اجازهشون بدین به اینجا. خیلی هیجان انگیزه. این دفعه هم خیلی هیجان انگیزه. دیگه تکرار میکنم از لحظه که دیده میشه کمدین 15 دقیقه شروع میشه. متوجه شدی؟ بله. نه اون باید متوجه شد. میدونن البته. و دیگه توصیه ندارم بچه ها هر موقع کمدین خواست که قطع بکنین تشویقتون رو قطع بکنین که زمانش کنترل بشه براش. آماده؟ بریم تشویقو. ما ای ترچی ها تو خودمون داریم فرشته. رامبو جان آقا میگن عاشقی آدمو کور میکنه. من میگم عاشقی آدمو کور نمیکنه. به خدا آدمی که عاشق میشه اصلا کور نمیشه. برمیگردم به زندگی خودم. من تازه با خانمم آشنا شده بودم. هر کاری کردم که این خانمم مخشو بزنم بگه بله، نگفت بله. از من پرسید گفت بچه کجایی؟ گفتم آبادان. تو گفتم آبادان مخش کن گفت بله. ما گفتیم خب خدا رو شکر. گفت بله و رفتیم پای زندگیمون. زندگیمون که شروع شد خانمم گفت ببین عزیز من قربونت برم یه بازیگر باید فیس خوبی داشته باشه، صورت خوبی داشته باشه، تیپ خوبی داشته باشه، مخصوصا وقتی میخنده دندونای بالاش قشنگ دیده بشه.
گفتم خانم به این حرفا چه ربطی داره؟ ما آقا جون دندونای بالامون دیده نمیشه. گفت اشکالی نداره، اشکالی نداره، ما زندگی ما شروع شد. روز عروسیمون رفتیم آقا جون لباس بخریم، رفتیم داخل اتاق پروی لباس شیک و منظم و خوشگل خریدیم. اومدم گفتم خانم خوبه؟ گفت واه چقدر خوشگل شده، چقدر خوبه، ولی دندونات وقتی حرف میزنی این بالایا دیده نمیشه. گفتم خانم دندون مهم نیست، آدم باید دلش پاک و صاف و سفید باشه. گفت نه دندونا مهمه، باید دندونای بالایی بازیگر سفید مرتب تمیز باشه. گفتم من آبادانی هم. گفت خب باشه. گفتم درست صورتم سیاهه ولی قلبم سفیده. گذشت آقا، گذشت و تموم شد. رسیدیم گفتیم دیگه آقا جون یه مدت که از زندگیمون گذشت، گفتیم آقا جون بریم یه کفش خوبم برای لباسمون بخریم. یه کفش سفید گرفتم خیلی خوشگل، خیلی خوشگل. گفتم خانمم صورتمو نگاه نمیکنه. رفتم جلو گفتم سلام خانم. گفت سلام عزیز من. گفتم کفشم قشنگه؟ نگاه کفش گفت واه چقدر سفیده، چقدر قشنگه، ولی دندونات این دندونات باید سفید باشه. گفت بابا خانم چرا گیر میده؟ دندونای ما مهم نیست. گفت حالا حالا ما پیش خودمون گفتیم دیگه اصلا حواسش نیست به این موضوع. آقا رسید رفتیم به آرایشگاه، موهامون رو کوتاه کردیم. بخوا اون موقع موهام خیلی بلند و یادتون باشه ساعت خوشخانداری موها اینجوری بود، هر مدلی که دوست داشتم میزدم، رادشی، ایتالیایی، فرانسوی، هر مدلی که دوست داشتم. آقا موهامو زدم اومدم جلو گفتم خانم موهام خوشگله؟ گفت بله، حالا میتونیم بریم یه عکس خوب با هم بگیریم. رفتیم تو آینه ایستادیم با هم دیگه، گفتیم یه چند تا فیگور خوشگل درست بگیریم. اینجوری که ایستاده بودم اشتباه کردم، یه لبخند زدم. خانمم گفت دندونات خیلی مهمه. آقا گذشت و دیگه ما خانمون به ما کاری نداشت و ما صاحب یه اولاد شدیم. خدا رو شکر صاحب یه اولاد شدیم. پسرمون از کار خسته و کوفته اومدم تو خونه. خانمم گفت پدر وقتی میاد تو خونه مادر کاری نباید داشته باشه، پسر از پدر یاد میگیره. گفتم چیکار کنم با بچه بازی؟ گفتم خانم من خستم، تازه از سر کار اومدم. گفت بازی کن. گفتیم باش. پسر من از این نعره شیر خیلی خوشش میاد، این شیرهایی هست که جلوی تلویزیون میذارم از اینا خیلی خوشش میومد، میخندید. گفتم الان میرم با بچه‌م حرف میزنم، خانمم حواسش نیست به دندونام. گفتم بچه‌م گفت بابا. گفتم بله. گفت اون شیره دندون داشت، تو دندون رو نکردم به خانم. خانم گفت دندونات چقدر باید بگم دندونات؟ آقا گذشت کار به کائنات رسید. شانس من بدبخت بیچاره رو ببین. آقا زنگ دادن به ما گفتن شما رو میخواد. گفتم چشم. قرارداد با ما نوشت، پولم نوشتن و خلاصه عکس گیریم هم گرفتیم و اومدیم خونه با دل خوش. اومدم گفتم خانم. بله. گفتم قراردادو گرفت. نگاه کرد گفت چقدر مبلغش نوشتم. گفتم من نمیدونم، فقط بستم. گفت آفرین. گفت چقدر؟ گفتم نگاه کن پاکتو که باز کرد، قراردادو که کشید بیرون. نگاه کرد، البته بگم خدمتتونا مبلغ رو ندید، اسم قراردادو دید. گفت به نظرت اسم قرارداد چیه؟ گفتم چیه؟ گفت دندون عزیز دل من، به این دندونات برس. دندونه بازیگر باید سفید، ردیف، منظم دیده بشه. گفتم ای بابا ما چون آبادانیم اصلا هم زنزلی نیستیم. گفتم آخرش دموش میکنم، میدم دندون میزنم دیگه، ولمون کن خانم. گفت باش. گذشت یه مدت، از همه چیز تموم شده بود، آروم بودیم تا برنامه آقای فرشته یعنی رامبو جان خندوانه شروع شد.
ما رو دعوت کردن اینجا، اومدیم اینجا، آقای رامبوت همه رو جمع کرده بودیم توی خونه. آقای رامبوت تو تلویزیون اون لوح خندوانه رو نشون داد. ای خدا، لوح خندوانه رو گرفت، گفت این لوح خنده برتر رو تقدیم میکنم به آقای نادر سلیمانی. ما میجوری کردیم، خانمم گفت ها 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 ها، نگاه کن دندوناتو، نگاه کن. گفتم چی؟ گفت دندونات میبینن ولی دندونات دیده نمیشه. دست تقدیر آدم وقتی بدبختی میگیرتش گرفتاره، هیچ کاری نمیتونه بکنه. گوه بابا گرفتار شدیم. آقا گذشت و گذشت، ما بدبخت بیچاره تصمیم گرفتیم، چون اینجا تو این برنامه گفتم به خاطر عشقم این کار رو میکنم. رفتم دکتر، ببخشت، قسم خوردم که دندون بذارم که خانمم دندون خوشگل منو ببینه. این نیست نه بابا، این نیست اینه. آره برو تیپ رو ببین، امین حیایی رو ببین، نگاه بکنم این حیایی بازیگر باید به تیپش برسه. تیپ امین رو ببین چقدر درست مرتب. گفتم بله. گفت جواد رضویان وقتی حرف میزنه انگار داره میخنده. ما هم چشم خانم این دندونا رو میذاره که مثل جواد رضویان و امین حیایی بشیم. حالا چطور؟ خیلی ساده است، چون دیگه وای هیچی نمیتونم بخورم، هیچی نمیتونم بخورم، فقط آب که بخورم همینجور روز به روز لاغرتر میشم، تیپا مثل امین حیایی میشم. خب دندونام که مثل جواد رضویانه، ولی قسم میخونم 5 ماه بیشتر زنده نمیمونم. زندگی ما این بود. خانم فهمید از اون شبی که خندوانه را دید، فهمید که مردم به خنده بیدندون من رأی دادن، به خندهی که دندون من توش دیده نشد رأی دادن، برگشت بهم گفت بعد از 20 سال متوجه شدم. 20 سال فهمیدم که بازیگر کاری نداره به دندوناش، دلش باید سفید باشه. خوشحالم از اینکه این برنامه باعث شد یکی از بزرگترین مشکلات زندگی ما حل بشه. من خوشحالم تونستم 10 دقیقه، فقط 10 دقیقه
مردم رو، اونایی که تو بستر بیماری افتادن، اونایی که مشکل دارن تو هر زمینه، 10 دقیقه بخندن. نیومدم برای مسابقه، اینو جدی میگم، اومدم 10 دقیقه بار سینه این مردم که شاید قصه های زیاد خوردن و سبق کنم و افتخار بهتون کنم. یه خاطره بگم آه. آقا این دندونه خیلی به جا کار میکنه. بگو چرا؟ بگه چرا؟ چرا؟ در نوشابه باز میکنه. بگو چرا؟ چرا؟ گردو میشکونه. بگو چرا؟ چرا؟ وقتی بیای خونه دوتا پلاستیک دستت، یکیش همی دندونت. ولی بازم میگم دندون نیست که باید سفید باشه، دلی که باید سفید باشه. بهتون افتخار. حالا حالا میخونه دوبا 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 باریکلله. خب ببینیم واکنش‌های مهران عزیز زمانی که نادر عزیز داشت اجرا می‌کرد چی در اتاق مخصوص کمدیانا. و اینکه یادتون نره عرض کردم از اول شروع خندمانه تا پایان این برنامه و حتی تکراراش، هر تراکنشی که توی 7-80 انجام بدید قطعا یک جایزه نصیبتون میشه. بریم بیایم. 1 2 3 معروف آقا دنیا میگه که چیکار با صورتم داری؟ برد کار عینک ریبن هم رفتی باینی باینی چجوری با کلاف دندونه بخوریم جا بدیم؟ خب یه سری دندون مصنوعی بلند با هم میگرفتی نه آخر خانوم من انقدر یعنی مسواک زدنم که مرتب شد و خانومم دارم خیلی روم چیزا هم حساسه و خیلی دندونه کلم اونجاش مو نداره میخوای بگیر دیدین گفتم دلش سفیده بابا. ممنون ممنون آقای نادر سلیمانی. آقا ماشاءالله چه انرژی چه انرژی گذاشتی. خیلی خوب مرسی بچه‌ها. سلام قربونت برم جیگرم ببخشید پیش تو بیادبی بود چیگرم من الان میگفتم که واقعا نادر دلش حرف نداره و الان همون رسنده پشت
گویای دل نادر بود و من قبطه میخورم و این چیز جالبیه که بگم واقعا دلی که نادر داره تو کمدین ها هیچ کی نداره و این ستودنیه. من الان اشکم که در داشت میومد این آخر استنداپش بود، این درد دل من بود. به خانم به خدا تبریک میگم، قربونت برم، تبریک میگم بابت اینکه اینقدر نادر مهربون و خوبه. من افتخار میکنم که یه وای مثل این مرد بزرگ نوار دارم، اینو جدی میگم. میدونم خیلی جفتمون سختی کشیدیم، میدونم هممون این مشکلات رو تو زندگی داشتیم، ولی بهش افتخار میکنم که خیلی صبور بود، از خیلی مشکلات فرار کرد، از خیلی مشکلات. آغاز آغاز خسته نباشین آقای سلیمانی، راضی بودین؟ من همیشه راضیم از اجراتون اونجور که میخواستی شد. من همیشه راضیم. خب خدا رو شکر. من راضیم به رضا شد، چی دیگه نمیخوام. چه انرژی گذاشتی، چقدر گرم. چون از ته سینم اومد. تماشا چطور بودن؟ خیلی خوب، خیلی خوب. خیلی خوب، خیلی تماشاچی پر انرژی داشتیم، خدا رو شکر. تا اینجای مسابقات چطور بودی به نظرت؟ خیلی خوب بود. خیلی خیلی بچه‌ها خوب بود. آره. هیچی از کمدی بودن اینها کم نشه، چه اونایی که برنده شدن چه اونایی که باختن. دقیقه هر حرفی میخوای رو به مردم. بازم بهت میگم خانم هم عاشقت. به مردم چی میگی؟ مردم عاشقتونه. رای بدین؟ نه من این چیزا رو نمیگم. من رای بدین؟ نه، هرچی خودشون دوست داره. خیلی لطف کرد. یا علی ایشالله تو مراحل بعد ببینیمتون. ایشالله خدا بخواد. شب سه وعده به پرتوبان خنده، دیگه مریض نمیشی گوش کن به حرف بنده، واسه چی ناراحتی غصه به چه قیمتی، یادت باشه رفیقم تو دکتر خودتی. یالا یالا بخند و پرواز بده صدا تو، تو این دو روز دنیا یا جای غم یا جا تو، امروز اگه بی وفاست فردا هم روز خداست، خوشحال باش و امیدوار آخر قصه زیباست. خب من سه تا خاطره دارم، یه خاطره زاپاس دارم. شروع میکنیم. ببینید که یکی از فامیلامونه که خاطره داره، فامیلای سمت مادریمه، اجازه گرفتم ازش، راضی هم هست که من این خاطره رو بگم، اسمشم بیارم پرویز اسمش. ببینید ما توی زندگیمون همیشه یه سه چهار نفر دورمون هستن که شیرمون میکنن، تشویقمون میکنن، آقا این کارو بکن تو میتونی فلان. پرویز میگه که آقا من سه چهار تا رفیقام دورم بودن و یه بار تو خونه شوخی میکردیم، کشتی گرفتیم و اینا. گفتن بابا پرویز تو کارت درسته، کشتی بگیر، اصلا برو حرفه‌ای کشتی بگیر و اینا. پرویز گفت داداش نه فلان اینا، پرویز تو میتونی فلان. آقا ما رفتیم کلاس کشتی و کشتی گرفتیم و بعد مسابقات شد. گفتن آقا مسابقات مثلا در حد باشگاه اون شهر و اینا.
پریس رو کشتی میده بابا مسابقه که دیگه نمیتونم که اینا زایمو میکنین دیدین شیر میکنن بعضی موقع آدم هم تر 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 بعد یا بعضی موقع میرسه به یه جای بالا یا تر 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 بعد بعد خلاصه پرویز میگه آقا مسابقه تو بابا میگیری فلانی محمد حسن محسن اینا که میشناسی اینا بابا تو تمرینات زدی فلان میگه آقا ما رو شیر کردم رفتیم مسابقه دادیم 3-4 نفر رو زدیم شد مسابقات استانی. اینو باید بیام جلو بگم تایممون هم نگاه میکنیم بعد بعد پرویز میگه ما رفتیم و یه مسابقه دادم مسابقه رو بردم نفر بعدی یارو قهرمان استان بود انقدر دم بود وزنش با این یکی بود این انقدر اون انقدر ولی وزنشون یکی مثلا این کمرش انقدر به اینجوری چون میدونم تهشو پرویز میگه که ما رفتیم دم تشک یارو دیدم بعد دیگه اینجاشو نمیشه واقعا یه چیزی رو نمیشه بعد خلاصی میگه که یارو رو دیدم گفتم با رفیقاش هم همه اون دوره دوشک همونه که آدمون تر 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 میگه که وایساده بودن گفتم پرویز برو اینو گفت داداش این من نمیتونم با این کشتی بگیم بدبخت میکنه همه رو زده این من نمیدونم چرا قهرمان کشور نمیشه این فقط تو استان همه رو میزده که تو اون استان شیر باشه و اینا دیگه بالا نمیرفته همهش تو شهرشون میگه آقا شیرمون کردن رفتیم وسط میگه اومدم کشتی رو یه خورده این برمان کردم یارو هم اینجوری نگاه میکرد و بعد میگه تا من تکون بخورم زیر بغلم گرفت برد رو هوا میگه خلاصه چشتون روز بعد نبینه یه بار زمین رو میدیدم یه بار تماشاچی ها رو میدیدم یه بار سقف رو میدیدم دوباره زمین یه بار داور رو میدیدم داره امتیاز میده حرکت هسته مردم دست میزنن رفیقام همه اینجوری کف کردن میگه همینجوری میدیدم همه چی رو میدیدم بند کفش یارو مارک میگه 10 بار دیدم هم پشت یارو جلو اینجوری فلان بعد میگه یه داشتم واقعا نابود میشدم یه جا که چرخوند سرم اومد در گوشش گفتم جون مادرت منو ضربه کن میگه گفتم بهش جون مادرت منو ضربه کن گفت خفه شدنن عکس میگیرم ای زن یعنی که در ادامه مثل اون پرویز همون رفیقاش حالا نمیدونم این بعد کشتی بودی قبلش پرویز برو بوکس بابا تو یه موش زدی تو این درخته افتاد تمه سیباش افتاد پرویز برو با گام بشین با من شما منو بدبخت کردین نه پرویز به جون تو بعد برو مخش هم کار خودتون برین کار کنین بیچاره خوراکشون در تر تر آدمه یعنی اینا عشق میکنن یارو ببره میگه ما گفتیم نبره میگن خودش باخت آقا میگه خلاصه ما رو در چیز کردم برو بوکس و فلانو میگه آقا منم رفتم با چیزا اینا واقعیه مال خودشه خدای پرویز میگه رفتم یه چند وقتی بوکس تمرین کردم و خدایی هم بد نبودم تو بوکس دستام گنده بود و اینا و بعد میگه آقا چی رفتیم دوباره رسیده به هم مسابقه استانی یارو اومده این گولاخا دستاش بدون دستکش اندازه دستکش بوده بعد پرویز میگه من خودمو دیدم در آینده که خب یا فکم شکسته یا کل جمجمه هم اینجوری شده شاید ماهی بابا من نمیرم با اینو بوکس بزنم این یارو همه رو کشته نه بابا میتونی یارو چیزی نیست این همیشه چپش بازه الکی برو فلان تو یه فرصت گیر بیار دورش بچرخ خستش کن رقص بابا رو بزن میگه آقا من خلاصه رفته تو زمین و میگه آقا اومدم و گارد گرفتم یارو سمت یارو بودم یارو اینجوری بود بعد میگه رفتم این برش باز دوباره این وری کرد میگه مونده بودم دوباره رفتم اون برش این وری کرد میگه میرفتم سمت صورتش دوباره این وری میکرد خوش بعد میگه یه خورده چرخیدم دیدم نه مشت میزنه همش صورتش این وری گفتم شاید فنی چیزیه میگه منم صورتم اون وری کردم باخ
میگه آخرین چیزی که یادمه این مهتابی های بیمارستان بعد دیگه رفیقاشو ندیده بعد از دوست پرویز تعریف میکنه میگه که باباش تفلک داشته توی جاده چالوس میرفته بعد این خاطر دیگه است داشته میرفته جاده چالوس و بعد آره داشته میرفته جاده چالوس و یهودم 31 دقیقه یعنی چی؟ ثانیه بود بعد داشته جاده چالوس میرفته و رفته بوده تو دره کات رفته بوده تو دره و این تو بیمارستان بستری بوده و پرویزم اون بال سرش بوده و اینا چون دوست پدرش بوده و اینا میگه ما بودیم و اینا پخت بغلی شیارو بود کلن از بالا تا پایین بامپیچی بود بعد می رفتیم سر می زدیم به باباش می گفتیم خوبی این سلامتی این زنده بودن مورد خاصی نداشتن میگه که سلامتی این خوبی این چه خبر نو بابای می گفته خدا رو شکر خوبم فقط این دق بغلیه یارو کلن بامپیچی بوده دوتا چشم بوده بعد بیهوش هم بوده میگه هر موقع به هوش میاد به من فوش میده بعد میگن که خب ما اون حق داره ولش کن بابا فعلا میگه خب چی شده بگیم به من چرا به من فوش میدن اون بیا هوش میاد هیچ کی هم تو اتاق نیست میگه نامرد چرا کسافت گیر برادر برو من یه روت امیر عجب بعد بی هوش میشه اینا که میگفتن فوشاش بود که خدای تلویزیون جای این حرفا نیست چرا بگیم تو تلویزیون بعد دیگه کلافه شده بوده خوبه مثلا یه هفته بستری بوده هر موقع به اوش میاد به یارو فوش میده ما آخرش میگه به بابا میگفتیم با اشکال نه بخواب الان اینا فوش میده آیا برفت با فوش داره میده آره ما فوشه بد میده تهش همه میگه چرا چرا بیوش میشه بعد آخرش که بابای میاد خونه میگه این قضیه این یارو چی بودی خیلی به من فوش داد من دیگه آخرش میام جوابشم بدم بیهوش میشد بعد میگه این قضیه چی بوده؟ میگه بابا جان خب حق داشته یارو شما داشتی تو جاده شب میرفتی این یه موتوریه بوده پشت‌درت چراغش سوخته بوده دنبالت میومده رفتی تو دره با تو رفتی تو دره این بدبخت چون چراغ سوخته دنبال این میره دیگه دیدین تو جاده رفته تو دره اینم باشه کره راهه خب دوستان من یه خاطره زاپاس داشتم فکر کنم رسیدیم به خاطره زاپاس هم که بگم بله 9 دقیقه رفته خب بابای من خدا بیامرز افتگان شما رو بیامرز خدا بابام خدا بیامرز ارتشی بود و توی نیروی دریایی خدمت میکرد بابام یه دوره‌ای بود که من 10 سالم اینا بود بابام جبهه میرفت و میومد هر سری از جبهه یه چیزایی میورد مثلا یه زیر سیگاری میورد برای خودش که با فشنگ درست شده بود مثلا یه چیزایی میورد خرج خونپاره هم میورد خرج خونپاره همچون برای اینکه به من نشون بده بچه‌شم آتیش میزد مثلا با نمک خرج خونپاره خدمتتون بگم یه چیزیه مثل مثل مین بو ده اون مثل اونه یادم نمیاد مثل آهنربای دور یخچاله آهنربا نرم هست اونجوری بعد حالا اینو داشته باشین بابای من سیگار خیلی میکشید خدا بیامرز خیلی هم چیز بدیه یادش میره داره استنداپ میکنه شروع میکنه در مورد سیگار حرف زدن خیلی سیگار چیز بدی نه ببین نکن بابام خیلی سیگار میکشید هی هم به من میگفت من دارم ذوب میشم آخرش مثلا من اینقدرم نه آره بابام همینجوری دارم آب همینجوری آب میشه من بابام اینجوریم اینجوریم بعد بابام اینجوری میره ای صفحش خب آره بابام یه سیگار من اونجوری شد باحال نبود بابام هی به من میگفت زیر سیگاری بیار پسرم اینا هی من دیگه تنبلی میومد خسته بابا چرا سیگار میکشی فلان به خاطر اینکه تنبل بودم با سیگارش مخالف بودم و اینا کاین این من یه روز بابام نبود یه پاکت سیگار داشت برداشتم با چوب کبریت میدونم چرا این کار کردم با چوب کبریت سیگارا رو یه خورده اینجوری سوراخ کردم خرج خمپاره رو تیکه تیکه چه کاریه خورد کردم هی اینجوری انزه چوب کبریت دادم تو سیگار سرشم توتون درست کم گوشم تو پاکت سیگارش
خرج قنباره است. بابات. من بابامو نکشتم، بابام خودش فوت. آقا نشسته بودم، بابام اومد و یه سیگار روشن کرد. یا سیگار کشید تا تنش تمام شد. چطوری پسرم چگونی منو نگاه میکنی؟ بابای من سیبیل داشت، سیبیلاشم خیلی سیبیلاش دوست داشت، سیبیلای پرپشت خوشگلی هم داشت، خدا بیامرزد. بعد آقا هر چی سیگار اون روز کشید من فتان میترکه بابام، غلطی کردم خدایا، میشه من جرات نمیکنم بگم. آقا خلاصه تموم شد اون روز، اصلا سیگار نکشید، یعنی نوبت سیگار نشد. فرداش سیگار، من فرداش نشسته بودیم، مامانم اینا همه نشسته بودیم، اصلا دیگه یادم رفته بود سیگاره رو. من اینجا نشسته بودم، بابام اونجا زاویه دیدم، من داشتم تلویزیون نگاه میکردم تو سالن همم، یه فقط یه فندکو زد میگه اوه اوه اینجا که یه پک زد، دود داد، پک دوم اینجا بچه. من اولش میخواستم ادکلون بزنم به خودم، برای چی اصلا آوردی چه ببخشید وسط استنداپ خوش میاد. بعد اینجور من دیگه فقط تلویزیون نگاه کردم. بعد بابام ترسیده و فکر میکنم مال کارخونه سیگار، یا بعد بس ما تو جبهه زنده موندیم اینجا. بعد من بابامو نگاه کردم، ببین دقیقا سیبیلش که دوستاش یه اینجوری سیبیلش سوخته بود، نفهمید کار من بوده. مامانم وای خاک به سرم این چیه، ما سیگارت و من خندیدم تابلو شد، یعنی من که خندیدم بابام بلند شد فهمید کار منه، کتکم زد. بعد آ خدا بیامرزد درد گرفت. بابام همچی مشتی تا موقعی که سیبیلاش دراد من هر رو کتک میکنم. بابای من که سیبیلاشو نمیزد مجبور شد سیبیلشو به ترشیه اینجوری نبود. بعد نیا کن یه سیبیل بود اینجوری، یه اینجوری نبود، یه نوک بود. خیلی خنده‌دار بود. بعد خلاصه چی، من هر روز کتک میخوردم تا آخرش بابام سیبیلاش در اومد، گفت برو دیگه این کارا نکن. بابا سیبیلا درا 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 درا. مامانم گفتم چی بخوره زود سیبیلاش در میاد. من هر روز دارم بابت سیبیلاش کتک میخورم، تمام. خب دوستان، بچه‌ها من اگر رفتم بالا انشالله برنامه آیندم چه چیزهایی در مهران غفوریان خواهیم دید. انشالله خاطره رفتنم به خارج و گرفتن پاسپورتم، اولین سفرم به خارج رو براتون تعریف میکنم. یکی از تیپای تلویزیونی ما که خیلی دوست دارین و انشالله بازی میکنم براتون یه ذرهشو، یه کمیشو، اینقدرشو. بعد کلی خاطره زیبای دیگه هم دارم براتون. خاطره ماشین کش رفتنم از بابام و تصادفه با ماشین و بعدش زدن به آبر، یارو ماشین بلند کرده، ببین چی. تمام تمام باشه تمام. آخریشم خاطره رفتنم به کره ماه و برگشتنم به کره زمین. چرخون اونو همشه. خب بریم ببینیم که نادر سلیمانی عزیز در حین
اجرای مهران عزیز داشته چیکار میکرده و چه واکنش‌هایی نشون داده. یادتونم باشه که دیگه از این لحظه میتونین به کمدین‌ها رأی بدین و توی 3780 مربع در خندوانه در خنداننده برتر میرین اونجا رأی میدین و میدونید که براتون یک ریال هم هزینه نداره. بریم بیاین نگاه کن چه سر صدایی می آماده 1 2 3 بریم بیا. که تو خونه نشستی برام دعا میکنی؟ مرسی دوست دارم. خدا خیلی زبط خانومم خیلی دوستش دارم. من موقعی که خسته سر کار میرم غذا که میخورم میگه فقط برو بخواب که من خیالم راحت بشه. استراحت کردی برای کار. 3 2 ای وایسا وایسا بسم الله الرحمن الرحیم. استرس داریم؟ انشالله که نه. اره بله بشمار ما آماده ایم. بچه آماده پشت صحنه سکوت بفن. یه هوگل میشن دیگه. 3 2 بفرمایید. اینقدرم بود صابر رو دیدم داره امتیاز میده دستش بدون دستگیر دستگیر میده. واه واه میگه چی شده؟ بگیر به من که برام خوش نمیده. خیالم نمیده آخه دلیم آهن روبای دوره یخچاله چه کاریه؟ به به خسته نباشین. بابا ببخش منو خدا میو متشکرم. ممنون. راضی بودین؟ خدا راضی باشه. آره نه منظور که از اجراتون راضی بودین، به نظرتون درست بود؟ هیچ مشکلی آره نبود. فقط یه خورده سرعتش بالا بود که آخرش هم معذرت خواهی کرد. تماشاگر چطور بودن؟ خوب بودن الحمدلله. مردم انرژی میدادن حسابی؟ آره آره. آها خوب. شما این شانس رو داشتین که اجرای آقای سلیمانی هم دیدین، نظرتون چیه راجع به اجرای آقای نادرخان؟ من اجراشو دوست داشتم و بیشتر از این هیچی نمیگم. نمیگین کی میره والا؟ یا نه اینا رو نمیدونم آخه. مردم نظر مردم محترم و جایی به خصوصی بود؟ حس کنید که اینجا چقدر خندیدن یا چه انرژی بیشتری بود؟ سر سیبیل بابام خیلی خندید. من یه چیزی بهتون بگم، واقعا محبت کردن به پدر مادر لذت بخش. بله. چون ما مخاطبمون مردم هستن و خیلی ها مخاطب تلویزیون هستن. این که اون شوخی که من با بابام کردم یه موقع حمله بر بی احترامی نه سنم کم بود. درست درست. و در آخر اگه حرفی با مردم دارید بگید. این که ما هر کاری که میکنیم، هر برنامه‌ای که میسازیم و هر کمدی که کار میکنیم توی تلویزیون، وقتی شما راضیین و دوست دارین و این رو ما میبینیم و به ما میگن و خودتون تو خیابون به ما میگین، اولین دستمزدمون اینه که واقعا حفظمون میکنه و بزرگتر میشیم و رشد میکنیم. بعدش دستمزد مالیمونه و دست تک تکتون میگیم. خیلی عمالی، لطف کردین مران جان. انشالله تو مراحل بعدی ببینیم. مخلصیم. من مصاحبه کردن شما را هم آقای کریمی خیلی دوست دارم. صداتون یه شخصیت باحالی داره که همه دوست دارن ببینن. تو خود تو یک دوبار نشون بده. چشم بدا. مخلصیم.
چه شلوغ کردید. والا ما خوشحالیم، مردم رو دعوت کردیم و مردم استقبال کردن و امیدوارم که بتونیم این حس خوب رو بهشون منتقل بکنیم. قولتون چی بود تو برنامه میفرمایید؟ والا ما عرض کردیم که با همکاری دوستان خوبمون که اینجا به حال دارن کمک میکنن اینها، سعی کنیم حس خوب رو به مردم هدیه بدیم و از امروز شروع بکنیم که به صورت رسمی با همکاری شهرداری و مسئولین پارک ها تایچی رو تو پارک ها همگانی بکنیم و ایشالله تو این چند ماه آینده تو هر پارکی ما مربی داشته باشیم و مردم بتونن استفاده بکنن و اون حس خوب و اون لبخند درونی که گفتیم رو بتونیم به مردم تقدیم بکنیم. لحظه تاریخی و دیدار دو تن از تایچیکاران عزیز. ببخش آقا، از اساتید به نام بودن درسته؟ پدر خانم بنده بودن. ای بابا، و مهمتر از استاد. بله بله، خوب شد رفتیم. سلام. یکی از استاد مخصوصی. سلام، احوال شما خوبیم؟ همه تایچیکارای ایران امروز در اینجا جمعن. به حال سر اون فراخوانی که داشتیم تو برنامه خوب شما و اعلامی که تو سایت و اینا کردیم، مربی ها به صورت خودجوش و عاشقانه به حال اومدن که الان هم تو جمعیت پخشن و دارن سعی میکنن به همه کسایی که اون کنار رو وایستادن این حس خوب رو منتقل بکنن و با لباس مبدل دارن تو شخص ماجلو رز میاد روی پای شخص، توف از سمت چپ و همین عمل تکرارش از سمت راست. به آرومی پا رو بلند میکنی، یه ضربه زیر فک حریف و رفتن روی پای جلو. به همین سادگی فرم یک تایچی رو هممون یاد گرفتیم. مرسی از خودتون. یه ذره از واکنش های بعد از حضورتون در برنامه خندوانه میفرمایید. خب اثری که روی تایچی داشتیم برنامه واقعا تاریخیه، یعنی واقعا من اینو قلبا میگم که واقعا ممنونم و تقریبا دیگه کسی نیست که اسم تایچی رو حداقل نشنیده باشه. توی سوال و جوابا کجا خنده دارتر بود، کجا گفتم خیلی خندیدین؟ اونجایی که جوک بیمزه من تعریف کردم باشه. از یه نفر میپرسن چرا میدونی چرا غواصا از پشت میپرن تو آب، بعد جواب میده که خب برای اینکه اگه از جاده بپرن میفته کف قایق. اینجا خیلی خنده داره. به نظر من خنده داره. تایچی ورزش گرونیه؟ نه واقعا تایچی ورزش گرونی نیست و ما همه این برنامه همگانی که داریم کاملا رایگان هست. این لباسا گرونه؟ نه قربان، اینا اصلا. چجوری این الان چند یه دست لباس تایچی؟ دست لباس تایچی بین 60,000 تومان تا 80,000 تومان. خیلی لطف کردی. قربان شما. چجوری بود این احترام؟ دست چپ باز، دست راست مشت. نرمی به سختی غلبه داره. آره حتما هم تو. لطف کردی. قربان شما. قربان شما. قربان شما. مردم عزیز ایران، این مسابقه خنداننده برتر برای شادی و هیجان بیشتر شما طراحی و اجرا میشه، طراحی شده و اجرا میشه. برای همین همه با هم میخواییم با هم دیگه برای وطنمون و خلیج فارس قشنگمون آواز بخونیم. همه آمادن؟ خلیج خلیج فارس، خلیج خلیج فارس، همه آقا همه هم میشماریم. یک دو سه چهار برو. یک دو سه چهار. ایران من همیشه پرچمش بالا میمونه، دلش پرسه چون میدونه پشتش هم گرد میمونه. بایستادیم پشتش همه با هم، همه با هم میسازیم این راه را با هم، همه با هم اینو بلند بگیم دوره هم، آماده این که اینو بلند بگیم دوره هم. خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج همیشه.
شکر جز اینا راه هست هنوز خنده که هست خنده وانه هست خنده وانه دست دست خلیج فارس خلیج فارس خلیج همیشگی فارس 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 ماشاءالله به ما ماشاءالله آفرین به ما آفرین به 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 ما به 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 ما به به ما به 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 ما به 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 ما آفرین به ما آفرین به ما ایوانه نادره امیدوارم که تونسته باشه. فکر کنم آخرین برنامه است، درسته؟ تو این بله مرحله اول. آره مرحله اول. امیدوارم که ما تونسته باشیم واقعا شما رو برای چند لحظه خندونده باشیم. قربونتون برم. جنسش دلاست. رنگش طلاییه. رنگش طلایی مزه نقره میده. خب من مردم ایران بله خیلی کوچکتر از اینی هستم که بخوام برای مردم ایران صحبت کنم، ولی انشالله که همیشه حالتون خوب باشه، خندان سلامت، جیباتونم پر پول. انشالله همه با هم کمربندا رو باز کنین. آماده؟ یک دو سه چلیز. بریم بیا میان بریم بریم بیان کیا میان کجا میان چرا میان با کی میان آهان میان مردم عزیز ایران شما رو دوست داریم و آرزو میکنم که سلامت و سر حال و حال خوب در کنار خانوادتون باشیم، پر روزی و کیف مخلصیم. خداحافظتون باشه. رو به اونجا همه هم دیگه میگیم شاد باشید. یک دو سه شاد باشید. یک دو سه چهار یه روز یه مرد تنها و خسته گفت یه پاشو قصه بسته، گفتم چطور تو این وضعیت، گفت بی خیال بیا با من بخند، بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند، بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. oh.
سر کار زیر بارون، تو صفه نون، تو خیابون، تو بیابون، تو زمستون یا تابستون. بخند بخند از ته دل بلند، نخما رو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، نخما رو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، نخما رو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، نخما رو با کن با من بخند. بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. پایگاه اطلاع رسانی راسخون.